تله جوجو تو کایزن اپیزود 17 هم سیزن دوم آرکشی بویا اینسیدنت رو داریم عزیزان به هیچ وجه از مانگا اسپویل نکنید انیمه اونلی هم هیچ اشاره ای تایید و تکذیب تئوری من هیچ چی که بدون معطل شروع کنیم با این میمه رو دیدین که ده... یارو بلند میشه داره کار میکنه مثلا روی انیمه بعد تموم میشه کارش اینجوری که خب من بلند شم برم بعد یه دفعه مپا میاد جلوش اینجوری که نه کجا میخوای بری و <تصفح> طرف اینجوری که من یه, یه ماهی خانواده‌مو ندیدم میگه نه برو کار بعدی وضعیت تیم جوجوتسو هم که در واقع دارن روش کار میکنن یه همچین چیزی تا دقیقا من چیزی که متعلم یه روز قبل از اینکه این اپیزود واقعا زیبا واقعا خوب رو ببینیم داشتن همچنان روش کار میکرد و تکمیل نشده بود زیبایی هم که از اثر دیدیم واضحا یه تایم زیادی گذاشتم واقعا تیم و عملا من نخوابیدن های بسیار زیادی رو درش میدیدم و امیدوار می‌گم که مپایی به برخ... نمیده دیگه دیگه رسیدیم به اپیزود 17 و احتمال خیلی زیاد قرار نیست این وسط یک استراحتی به عزیزان بده و همچنان قرار رو پیش بره و داره واقعا به معنای واقعی دهنشون سرویس میشه و میگم این واقعا ایراد باید گرفت به کار مپا دیگه اون بنده خدا تیم جوجوتسو که دارن روش کار میکنن دارن سرویس میشه حالا در مورد بحث ویژوال و این جور زیبایی که دیدیم حالا هم بحث توی فایت ها بودش کارگردانی ها، یه سری بخشای بخ... خصوص بودش. اشارات هنری و رنگ بندی و رنگ قرمز خیلی درخشانه و اونجور چیزا توی بدنه خود تحلیلی یه سر اشارات داریم به این چیزا و بهشون میرسیم و به زیبایی این قسمت اشاره میکنیم بریم یعنی که شروع کنیم با اپیزود که شروع میشه صحبت پدر بزرگ یوجیو داریم و بلا فاصله کات خوردنش روی سکونا حالا چرا همچین چیزی رو به ما نشون دادن آخه واضحه هدف ایتادوری هدفی بودش که حالا اپیزودای هم اپیزود فکر میکنم بودش که بهش داده میشه بر سر این بودش که پدر بزرگش میگفت میگفت تو بچه قوی هستی و از این قدرتت برای نجات دیگران استفاده کنو این جور مسائل و این شده بود یک اهرم بزرگی واسه حرکت دادن ایتادوری جلوتر که میرفتش حالا که با اون مدیر داشتش بر سر هدفش و اینها رسیدش به اینجا و اینجا تصویری که کات میخوره به روی سکونا خیلی حرکت زیبایی بودش دقیقا میخواست همین مسئله رو برسون. ایتادوری که اون ذهنیت رو داشته حالا که دقیقا مشکل اینجاست که در جریان نیست پیمان بسته و یه سری مسائل این شکلی از اون هم سکونایی به این شکل به خاطر اینکه نتونسته چوسو رو شکست بده آزاد شده و مردم در حال قتل عام شدن و کسی که قرار بود مردم رو نجات بده تبدیل شده صرفا به یک ابزار استفاده ای یک شیطان چه جمله بندی عجیبی و حالا بحث فرو پایشی ایتادوری داشتیم و یه سری مسائلی که برمیگرده بر سر مرگش که قرار جلوتر صحبت بکنیم. آقا توضیح مگومی رو داشتیم در مورد قدرتش و دقیقا جواب سوال من که تو اپیزود قبلی اتفاق افتاده بود که گفتم آقا میتونه مگومی با قدرت شیکیگامی که داره بیاد یک شیکیگامی رو در واقع سامن بکنه یه موجودی رو احضار بکنه که قدرت کنترل روش نداشته باشه. این سوالی بودش که برای من ایجاد شده بود و پرسیده بود که جواب این سوال داده شد بحث ده تا در واقع سایه شیکوگامی و اینجور چیزا شده که تنها یکی از اونها بودش که هیچ وقت تیم نشد اهلی نشد نمیدونم رام نشدش و هیچ کسی در تاریخ نتونسته بود اون رام بکنه و خلاصه داشتش در مورد این صحبت میکردش که بحث رام کردن اینها وجود داره یعنی باید دونه دونه مگومی پیش بره پیشرفت بکنه قوی بشه و آروم آروم بره که تیم بکنه و متوجه میشیم اون فیله کجا اومد خرگوش کجا اومد اینا تیم شدن در روند تمریناتی که خلاصه این بشر داشته و اینا رو تیم کرده کاری نداشتم داشتم به اون مساله اصلیمون برسیم این بنده خدا که هیچ بنی بشری در تاریخ نتونسته رامش بکنه میرسیم به اشاره به بوجو هم میشه اشاره خیلی زیبایی هم هستش چون بوجو میدیدیم که اون بحث پتانسیلی که در وجود مگومی بود رو میدید و ازش خبر داشتش چرا از یه نکته مهمی از اون سمت خبر داشت نکته مهم چی بود در تاریخ ثبت شده شخصی وجود داشته دقیقا مانند گوجو با قدرت لیمیتلس تکنیک با قدرت سیک سایز اما این آدم کشته میشه توسط یک شخصی که قدرتش مرتبط میشده با همین قدرت میگونی شیکیگامی و این نشان از قدرت فراوان این بشر این مگومیه که دقیقا اشاراتش هم بود تو قسمت پنجم که میمد صحبت میکردش میگفتش که بیا مثلا به پای من برسی هم پای من پیش بیای پیشرفت بکنی صحبتی بودش که گوجو با مگومی میکردش و ازم عقب نیفت این صحبت ها بودش و ما دلیلش رو میبینیم که این صحبت برای چی بوده اون پتانسیلی که میدیده در واقع چی بوده و اون آدمم در اون تاریخ که شیکیگامی بوده و با یک شخصی مشابه گوجو میجنگیده اومده بود همین حرکت مگومی رو انجام داده بود طبیعتا نمیتونست این رو رام بکنه و اومده بود آزادش کرده حالا من داره به این مسئله ندارم که مگومی چقدر میتونه قدرت من باشه و اینها و کجا هم حتی ممکنه همپاش خیلی پیش بره و نرسه قدرتش به نکته مهمتری میخوام برسم دوستان من در مورد بحث انتقال و نمیدونم اینکه که سکونا و فلان این داستانا صحبت کردم برید تحلیلای اپیزودهای قبلتر رو ببینید و اونجا خب صحبت کامل هستش دیگه میتونید اون رو برید تماشا بکن. ادامه صحبت هم رو میرم شما سکونا رو قدرتش رو دیدید توانمندی <applause> رام کردن و اهلی کردن این موجود رو داره و حالا فکر کنید سکونا تبدیل بشه به یک شیکیگامی کسی که قدرت شیکیگامی و سامن کردن اینجور داستان ها رو داره میشه تنها شخصی که در کل تاریخ توانمندی این رو داره که بیاد این موجودی که ما امروز دیدیم رو در واقع اهلیش بکنه رامش بکنه تیمش بکنه یا در واقع یه نوع مه... بهتری بگم مطیع خودش بکنه الان دیدید قدرتی که مگومی داشتش و چرا سکونا انقدر به دنبالش بود سکونا اگر بتونه بحث انتقالش به مگومی رو داشته باشه میتونه قدرت این رو به دست بیاره که چنین موجودی رو برای نمونه چون ده تان طبیعتا این مثلا شاید لول آخریشون بوده غیر از این هم مثلا کرس کرس که نمیشه گفت شیکیگامی هایی که قدرت این مشابه این رو هم داشته باشن وجود داره نزدیک به این رو حداقل داشته باشن وجود داره و فکر کنید سکونا به همچین قدرتی دست پیدا کنه عملا گوجو که هیچی کل سورسرها ها هیچ غلطی نمیتونن بکنه و حالا که این حرفم زدم طبیعتا براتون سوال شده یه مسئله این که حال حال ما الان که خب 15 تا تقریبا انگشت داره سکونا در نظر بگیریم قدرتش هم کامل بشه و ببینید نکته اینجاست که احتمالا خیلی هاتون مثل من منی که توی یه چیزم بود لبخند وارانه <applause> توی ریاکشن هم بود بحث گوجو رو ما آورده بودم اینکه ممکنه شک کرده باشیم به بحث قدرت گوجو ما قدرت زیاد گوجو رو دیدیم بحث تخریبی هم که میتونه به بار بیاره رو هم دیدیم اما نکته ای که باز هم هستش این حجم از قدرتی که سکونا اومد به نمایش گذاشت رو ما ندیده بودیم تا به حال حاضر حداقل از گ... یعنی گوجو همچین چیزی رو ندیده بودیم و تازه 15 تا انگشت داره. خب چه اتفاقی میفته طبیعتا ترس به دل ما رامیم عزیزان گوجویی که ما تا حال حاضر دیدیم هیچ وقت بی بودن و نهایت قدرتش رو ندیدیم و همیشه به نوعی قدرتش رو به ما نمایش دید. داده که محدود شده بوده و سعی کرده با کمترین میزان تخریب شاید میشه گفت انجام بده کارها و یا یه سری محدودیت هایی که مثل اون بحث کرس ها بود اون چند تا بودن سه تا اسپشل گرید خلاصه بودن اون داخل اون بحث مترو ها دیگه و بین اون سه تا گوجه اومده بود خب واضحا داشت همزمان آدم ها رو هم نجات میداد یه بحث محدودیت قدرت خیلی زیادی داشتش و خب ببینید ما عملا این بحث قدرت رو ندیدیم بنابراین چیزی که در ذهن من شکل میگیره و در نظر میگیرم اینه که سکونا و گوجو احتمالا اگر با هم جنگی قرار باشه داشته باشند قدرت تقریبا برابری داشته باشند و نزدیک به هم فایت بدم اما اگر که واقعا سکونا بتونه به قدرت مگومی دست پیدا بکنه و مگومی عملا دوستان بمیره و بدنش رو سکونا صاحب بشه قدرت شیکیگامی که در واقع میاد به دست میاره میتونه چنین موجودی رو سامن بکنه ماکورا حالا اینکه چرا میگم ماکورا رو بهش میرسیم ماها ماها روگا نمیگم و دلیل داره میتونه این رو سامن بکنه و خب شما در نظر بگیرید گوجویی که وایساده جلوی یه نمونه این مثلا یه دو ست تا دیگه موجود شیکیگامی خفن دیگه این شکلی هم سامن بکنه به علاوه خودش حالا نکته اینجاست که ما نمیدونیم قرار ایتاد چطوری چند تا علایو نمیدونم یار و یاور داشته باشه او اولیش بود که دیدیم ممکنه باز هم داشته باشه در این دنیا ممکن اصلا بر سر ها اهداف در واقع یکسان یه سری ها بیان باش همکاری بکنن اصلا از اون سمت مهم خیلی ها تبدیل بشن به یک فرقه پرستش مثلا سکونا ایجاد بشه در دنیا مثل قضیه که چیز داشت دیگه تنگن ساما داشته شو حالا اصلا کاری ندارم به این قضیه این همش تئوریه دیگه خیلی دستمون الان بازه چون یه چیزی نیست. خلاصه وقتی این همه موجود رو در نظر بگیریم این همه قدرتی که با به دست آوردن میگومی میتونه به دست بیاره وجود در برابر این موجود چه شانسی داره مگر اینکه یه سری اتفاقات این بسسط وجود ایتادوری کاراکتریه که شدیدا داره رشد میکنه از اون ور چوسو هم از اونجایی که انسان نیست غیر انسان و غیر کرسه اون هم موجودیه که ما میبینیم خیلی رشد میکنه خیلی سرعت رشد اینها بالایی دارن اینها موجوداتی هستن که به من امید میدن از این نظر که اگر مخصوصا مثلا چوسو بیاد سمت انسانها هم باشه انسانها ممکنه اگر این بحث ادغامه هم حتی اتفاق بیفته با همکاری کردنشون با گوجو یک شانسی داشته باشه حالا خلاصه این بحث خیلی داره. تئوری محور میشه اون یه نکته‌ای هم در مورد میگومی یادم رفت بگم آقا شاید براتون سوال شده باشه این که بگین خب الان نکته‌ای که هستش چرا ما در نظر میگیریم که سکونا بتونه بدن انتقال بده و اینجور داستانها بره روی میگومی چطوری میتونه با بدن میگومی قدرتش رو کنترل کنه از این یه نکته رو در نظر بگیر. چون ایتادوری الان همین سوالم هم براش ایجاد دیگه چرا ایتادوری پس نداره چون بدن ایتادوری رو در کنترل خودش عملا نداره و ایتادوری در واقع اون جزو همون یه میلیون در واقع چی خدایا چی بوده؟ یه میلیون شانسی که ممکن اتفاق بیفته یک در یک میلیون شانس که مثلا یه همچین اتفاقی بیفته بحث تناسخ بودش و بحث اینکه دیگه خیلی باز کمتر بودش که احتمالش که یه نفر بتونه بحث کنترل رو داشته باشه خب ایتادوری اون بحث کنترل رو داره و عملا در واقع این بدن رو سکونا صاحب نشد اما مگومی از اونجایی که یک انسان سکونات واضحا وقتی که بخواد وقتی که این بحث انتقاله که گفتم معلوم چه جوری باشه حالا گفته بودم بحث ابزار و اورامه و اینا که بهش میرسیم در واقع مگومی کاملا بدنش در اختیار سکونا قرار میگیره و عملا دیگه مگومی قرار نیست وجود داشته باشه این شکلی این این ناکنه اینا رو ممکنه نفهمیده باشی در نظر نگرفتن دندن بس در نظر بگیرند یه نکته ای یا هم یادم رفت چون این تایمی که این پایین میاد بزنید این تایم اگه ادامه تحلیل ببینید آقا من توی دیسکوردم قراره که بعضی شبا بشینم باهاتون انیمه ببینم نه یکی دو تا قسمت تعداد قشنگ زیاد و درست حسابی و لینک لینک تو دیسکریپشن دیسکوردم نمیدونید اگر چیه برای اونایی که نمیدونن یه اپیه مثل خیلی از اپای دیگه که استفاده میکنین تلگرام و, فلان و این داستان ها. اینجا میریم تو وایس میشینیم من واسه تو میتونم انیمه رو استریم بکنم بدون هیچ مشکل و راحت میتونیم با هم بشینیم انیمه رو ببینیم میتونیم شما صحبت بکنید با هم میتونیم نمیدونم حتی تایپ و مایک و این اگه نمیخواید صوتی صحبت بکنید خیلی قابلیت ها زیاد است خلاصه که برید نصبش کنید لینک سرور منم داخل دیسکریپشن روش بعدش کلیک کنید جوین شید و یه پولم گذاشته بودم واسه اینکه رأی بدین چه تایمی باشه و اینا بحث انیمه دیدنمون که تایم هفت رو انتخاب کرده بوده حالا بعدا صحبت میکنیم جون جون برسیم به بخشی که صحبت عجیب اورومه و سکونا رو داشتیم که یه بحث آماده کردن و یه سری مسائل این شکلی بوده دو تا نکته وجود داره یکی این که ممکنه من بحث ابزار رو اشتباه متوجه شده باشم و در واقع چون تئوری بود دیگه میتونه غلط باشه میتونه درست باشه و اصلا نوع روشی که سکونا میتونه خودش رو انتقال بده بر سر شخص خاصی نباشه خودش یه حرکتی میزنه و انتقال رو انجام میده و او اومه این وسط نیاز نبوده باشه چون نکته هم نگاه کنید نقشه ای که داشته میکشیده در نظر نداشته که یار یاور قدیمیش حضور پیدا بکنه این چیزی بوده که تا می دیدیم دیگه اینجا اشاره به او اومه رو نداشت این حداقل حد سکونا ازش از وجودش خبر نداشته ظاهرم و این بحث آماده کردن و اینجور داستان هایی که میگفته یه مقدار نمی نمیدونم افکار من رو به هم بریزه که این آمادگی میتونه چی باشه آیا هم ببینید آخه میتونیم واقعا به عنوان ابزارم در نظر بگیریم که آماده مثلا یک مراسمی بشیم و که سکونا خودش رو آزاد کنه یه سری مسائل دیگه هم وجود داره آقا برای ایجاد این مراسمی که مثلا ما رو در واقع بیان سامن بکنن و اینجور داستانا و برن در واقع در فاز رام کردن و اینهاش نیاز مثلا به تعدادی آدم و اینجور داستانا هم داشتش بر سر سکونا از اونجایی که من نمیدونم یادم نمیاد دقیقاً های درست و. که این قضیه نمیدونم برای اون هم ثابت هست یا نه ولی میتونیم به این شکل هم در نظرش بگیریم که سکونا هم اگر این بحث وجود داشته باشه خب اورومه نیاز میشه واسش نیاز یعنی یک ابزاری باز هم همچنان براش تبدیل میشه که وجود داشته باشه بتونه اینها رو سامن بکنه و در کنار خودش داشته باشه و اهلیشون بکنه تیمشون بکنه رامشون مطیعشون بکنه و بعدش هم که سکونا خلاصه میبینیم که میره پیش در واقع میگومی که باز تو تحلیل قبلی هم در موردش صحبت کرده بودم بریم یه نکته دیگه هم در مورد اورومه بگم دوستان که حالا این بحث خداحافظی اوراومه رو داشتیم و خداحافظی سکونا رو در داشتیم این رو در نظر بگیرید که الان حال حاضر ایتادوری که دوباره به حالت خودش خود طبیعتاً برگشت ایتادوری شده در خیابان ها رها چیزی که من درگیرشم ممکنه ما بحث روبروی ایتادوری و اوراومه رو داشته باشیم به این هم دقت بکنید که تمام اون صحنه هایی که طبیعتا سکونا داشته تجربه میکرده همه اونها رو به صورت خاطر وار ایتادوری دیده و در یاد هستش و آشناس با یار و یاور در واقع سکونه وقتی که یه همچین موضوعی در نظر بگیرید چه اتفاقی میفته ممکنه بحث این وجود داشته باشه ایتادوری بره دنبالش و حالا یه سری مسائل این شکلی داشته باشه و بحث دیالوگ ها هم طبیعتا شنیده دیگه بحث اینکه آماده کن و فلان و این داستان ها و اینجور داستان ها طبیعتا اینها هم در جریان شنیده و کنجکاوه که بدون چه خبر میره چیکار کنه جلوی اوراومه رو بگیره حداقل شده اورامه رو بکشه که سکونا به اون چیزی که میخواسته نرسه حالا این که داشتم میگفتم تئوری بوده ممکنم اتفاق نیفت بعد خلاصه حالا میرسیم به بخشی که حضور پیدا میکنه سکونا در کنار مگومی و حالا یه حالت ترسوارانه ای هم داره اینجوری که ای وای مگومی مرد یعنی منی که قرار بود اکچولی دیگه واقعا تبدیل به خدا بشم رفت شانسش از دستم رفت چی شده که بعدم حالا میاد صحبتایی که انجام میده و اینها. و نکته مهمی که داره دوستان من دوباره اشاره به همین قضیه استش که همه موجودات برای سکونه یک ابزاری هم واسه اینکه قدرتمندتر شه خیلی اهمیتی واسش نداره استاد نیستش میگومی اونجوری چه او oh مای فرزندم داره پیشرفت میکنه منو خوشحال کرده حالا یه قسمت داشت صحبت میکردش میگفتش که او oh مای تحت تاثیر قرار گرفتم میگومی پوشی گرو اونا رو اینجوری بشین بذارید کنار دیالوگی که استفاده میکنه اینه که اوکی من باید این بنده خدا رو بزنم شکست بدم ماکورا رو باید بزنم شکست بدم در چه جهت در جهت اینکه بتونم مگومی رو زنده نگه دارم <تسخ؟> <تسخ؟> نه اینکه مثلا بیاد, بیاد بگه مگومی رو نجات بدم مگومی... نه مگومی رو زنده نگه دارم و یه دیالوگ دیگه باز داره میگه که مثلا نمیره الان نمیرم باد کار دارم هنوز دو اینا دوباره اشارات به همین قضیه هست حالا از اون سمتم هم چیز خیلی عجیب غریبی هم نیستش این دیالوگ یه چیز خیلی واضح بوده ولی خلاصه خواستم اشارهش رو واسه تو انجام داده و یه نکته دیگه که وجود داره بحث شمشیری بودش که ماکورا داشتش خب طبیعتاً چیکی دیگه و هستش واسه اینکه بزنه اسپریت ها رو از دست از بین ببره